هزاران تن از مسلمانان بنگلادش در پایتخت این کشور تجمعی مسلمت آمیز برگزار کردند که با برخورد خشونتبار پلیس مواجه شد. نیروهای امنیتی بنگلادش از گاز اشکاور و باتوم برای متفرق کردن معترضان خشبین استفاده کردند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. بنگلادشی علیه توهین به دین مبین اسلام در رسانه های اجتماعی در داکا پایتخت این کشور دست به اعتراض زدند. انتشار تصاویر موهن در رسانه های اجتماعی از قرار گرفتن یک جلد قرآن کریم در یک معبد هندوها در شرق بنگلادش خشم مسلمانان این کشور را برانگیخت و به دنبال آن گفته می شود مردم اقدام به تخریب چند معبد هندو در سایر مناطق بنگلادش کردند. تنش بین هندوها و مسلمانان در بنگلادش در حالی بالا گرفته که اقلیت هندوی این کشور آخرین روز از جشنواره دورگا را جشن, جشن گرفتند. پلیس بنگلادش اعلام کرد اعتراضات خیابانی پس از مراسم نماز جمعه در مسجد بیت المکرم در مرکز داکا آغاز شد. سجاد حسین معاون کمیسیونر پلیس داکا گفت چند تن در جریان این اعتراض ها و پس از دخالت پلیس و استفاده از گاز اشکاور و باتوم مجروح شدند. معموران پس از آن وارد شدند که مردم میخواستند موانع پلیس را جابجا کنند. معترضان همچنین با سر دادن شعارهای ضد هند، شیخ حسین نخست وزیر بنگلادش را هم مورد انتقاد قرار داده و وی را متهم کردند که روابط نزدیک با دهلی نو دارد. مقام های بنگلادشی دستور دادن که تحقیقات گسترده درباره تصاویر منتشر شده در رسانه های اجتماعی صورت گیرد. شیخ حسین نیز نسبت به هر گونه اقدام برای از بین بردن هماهنگی اجتماعی و همزیستی بین هندوها و مسلمانان در بنگلادش هشدار داد در همین حال سازمان های هندو گفتند که این اعتراضات در سایر نقاط بنگلادش ادامه یافته و ده ها هندو مجروح شده و معابدشان نیز آسیب دیده است. از روز چهارشنبه هفته گذشته دست کم صد تن در سراسر این کشور آسیایی و در ارتباط با این اقدامات علیه معابد هندوها بازداشت شدن. این در حالی است که تنها حدود 9 درصد از جمعیت 160 میلیونی بنگلادش را هندوها تشکیل می دهند.